قرار بود که عروس و داماد امروز در این خانه زندگی تازه ای را آغاز کنند. اما اکنون اینجا بیشتر به ماتم سرا می ماند. می گویند که هرگز گمان نمی کردند که در شب آرزوهای زندگیشان نزدیکانشان را از دست بدهند و این جشن به سوگواری مبدل شود. میرویس 26 سال است. می گوید که ماها تا نیمه های شب خیاطی کرد تا بتواند هزینه مراسم ازدواجش را فراهم سازد. دو ساعت بعد من خوشحال می آمد. اما دو ساعت زد زندگی من کلش شد. اگر یه روز زندگی داشته باشیم، 10 سال داشته باشیم، کلش 10 ثانیه خلاص. نه ما با حساب کدی کسی داشتیم، نه کدی کسی خلاص داشتیم. زندگی ما را تباه کرد. میرویس حکومت را در تأمین امنیت شهروندان کشور ناتوان میداند. پایم سستی میکنه که برم بگم خاله یا ماما یا پدر ما وجد میشم. من به همه قدر چی شدیم که میگم نمیاله که توته توته ایم کنه ببره برای هر خانه که بته بگوی این دلتان یخ کنه اما یخ نمیشه دلش. سرد نمیشه دلش. گره هم که بهتر یک واده که بیایم دسته یه دانش قرار تو جای در جای افتادن ای در حکایشان نیست میبیرم با خدا یکیش نیست در کلش بیادر وارسه. روینا و میرویس بیشتر از 7 ماه نامزد بودند و برای رسیدن به آرزوهایشان لحظه شماری می کردند. اما در یک لحظه انفجاری حتی نگذاشت تا نکاحشان به گونه کامل بسته شود و عروس با لباس سبز رنگ آلوده با خون و با معطری بیارایش گلها به خانه میرویس آمده است. کلش اینه بود پدر به یک صد مشکلات یک آدم صد آرزو میکنه که پدر عزیز و قرص که عزیز و قرص که یک معامله خدا بدر چی بود برون بزنید تا خون بدر چی میکنم. روینا نمیداند که از یک برادرش هیچ خبری نیست، اما پس از چاشت روز بعد خبر مرگ این پسر 11 ساله به پدرش میرسد. حکومت در کجاست؟ حکومت با این همه میرویس و روینا زندگی مشترکشان را آغاز کردند و قرار است این زندگی را با خاطره تلخی از شب عروسیشان ادامه دهند.